سلام بچه ها، به اولین قسمت از ویدیوهای بازی لایو من خوش اومدین و امیدوارم که از دیدن این بازی در ادامه لذت ببرید. گفتم که شاید جالب باشه براتون که همزمان که بازی میکنم به صورت تصویری هم در واقع شما بتونید بازی رو دنبال بکنید. خب این یک بازیه بلیت 3 دقیقه هستش که به صورت لایو دارم انجامش میدم و بریم ببینیم که چی میشه. معمولا برای بازی های کامپیوتری من احساس میکنم که لپتاپ های تاچ خیلی راحت تره، چون خیلی بازی سرعتش بالا هست، اما این لپتاپ هم برای که بتونیم در واقع بازی رو دنبال بکنیم اوکی هستش. او وزیر سی دو ندارم چون وزیر در به دو داره، بعد میزنم از دست کش میده احتمالا، بعد به دو رو میگیره و شاید من رخ به یک هم البته بعدش داشتم، ولی امکان داشت که خیلی دقیق نباشه. اگر شو که رخ به یک هم نمیدونم حالا درست باشه یا نه، فکر کنم اسب ده چهار حرکت خوبی باشه چون بهترین مهره بلوکه کننده یه پیاده ایزوله اسب هست و بر همین قانونن حرکت منطقی ای رو انتخاب کردم. با حرکت اسب ده چهار پیاده ده پنج سیاه رو تونستم بلوکه بکنم. فکر میکنم اسب در ای چهار جالبه، اما از اونجایی که بازی بلیتز هست ترجیح میدم خیلی فکر نکنم و در واقع تعویض نکردم، ولی حرکت جالبی بود اسب در ای چهار. بکنم از کاری که الان کردم شاید بهتر می بود، نمیدونم، اگرچه الان هم خب فکر کنم اشتباه کرد و یک سری امکاناتی رو برای من ایجاد کرد حریفم. احتمالا اسب آچار رو میگیره دستش در و منم میخواستم بگم که اسب هفت میکنم دستش درد نکنه، چون اسبم خیلی راحت از طریق رخ به یک به صورت کاملا غیر مستقیم دفاع شد. پیاده رو هم پس گرفتم و یک تفاوت جلو هستم. نمیدونم این حرکت فکرم بد بود، شاید فیلد شیش داشته باشه سیاه، باید البته محاسبه باشه. به چهار کرد از ده شیش هم نمیدونم، فکر نکنم حرکت خوب باشه. خب من این اسب رو میزنم چون میخوام وزیر اف 4 کنم، ولی که قبلش حرکت رو انجام میدادم در واقع سیاه میتونست با جه 5 حالا شاید یه کارهایی بکنه، بر همین ترجیح دادم رخم رو در خونه سی 7 دفع بکنم. شبایزی جالبی هم شده و اسب 3-5 به نظرم حرکت خیلی جالبی هست و بله ندیدم این را، حرکت خیلی عجیب و غریب بود که سیاه بازی کرد.
خیلی بازی عجیب قرار. البته من الان نمیتونم 3-5 رو در هر حال بزنم چون مات میشم. اگر که رخ در 3-5 کنم که این رو هم فکر کنم دید. اما این رو محاسبه نکرد که اگر الان بعد از این حرکتی که انجام داد رخ من رو در 3-5 بزنه، وزیر در به 8 مات، یعنی مات نمیشه، با کیش باید سوار رو پس بده. بچه از اینجا به بعد چون زیر 24 حدود 24 ثانیه دارم و تایم هم داره کم میشه، زیاد صحبت میخواستم بگم نمی کنم تا اینکه این حرکت کاملا برنده است و دیگه میشه صحبت هم کرد. خب البته حریف من اینجا ریزاین کرد. خیلی بازی جالبی بود به نظر خودم. حالا خدا رو شکر که با نتیجه برد تموم شد، ولی گفتم شاید براتون جالب باشه یک دور بازی رو مجدد به صورت سری با هم دنبال بکنیم. ده چار، ده پنج، سی چار، ای شیش، هست، سه، سس، پف شیش، سه در ده پنج، ای در ده پنج، فی جا پنج. حرکت فیلیش سیاه اینجا حرکت بسیار دقیقی نیست، ولی به هر حال حرکتی بود که حریف من انتخاب کرد. اینجا میتونیم بازی رو هم در واقع آنالیز دقیق تری داشته باشیم روش. اینجا حرکت فیل به پنج هم جزء گزینه‌ای بود که بهش فکر میکردم و خب معمولا حالا حرکت فیلفن جالبه به نظرم داخل بازی سریع و آنلاین حرکتیه که اکتیوه و خوبه به نظرم. من اینجا فیلر اف 6 داشتم و بعد امکان این رو داشتم که پیاده ده پنج که پیاده ایزوله سیاه هست یا اصطلاحا پیاده منفرد، میتونستم پیاده رو بگیرم که ندیدم داخل در واقع نمیگم تنگ زمان، ولی خب در واقع سریع بازی کردم. اینجا یک مقدار در سبک بازی های بلیتز این حرکت ریسک هست که آدم انجام بده. خب بازی متعادل دنبال شده. حرکت رخصه یکی من دقیق نبود چرا که اسب دی دو داشت و این رو حس کردم که زیاد حرکت خوبی نبوده. اما آپنج کرد که حرکت بسیار اشتباهی بود چون که دلیلی نداشت این حرکت رو انجام بده، ولی به هر حال حرکتی بود که انتخاب کرد. اسب آ4، اسب آ4 هم زیاد دوست نداشتم چون در به حالت کلی اسب نباید بره گوشه صفحه و بهتر بود که مثلا همون اسب در U4 شاید میکردم و زیاد حرکتم رو دقیق نمیتونم، اگرچه که بازی کم کن متعادل هستش. همچنین B3 حرکت اصلا دقیقی نبود چرا که یک مقدار خونه های سیاه مثل سسر ضعیف میکنه و همچنین راه رو برای بازگشت اسب من سخت کرد. حالا کاری ندارم که اون اشتباه کرد در ادامه بازی، ولی حرکت بسه بسیار حرکت مثلا یعنی حرکت بسیار دقیقی نمیتونه باشه. خب به پنج اینجا اسب سه شیش که داشتم، جالبه که اینجا حالا کامپیوتر میگه که سیاه حرکت وزیر D2 رو داشته. بریم که این دنبالش رو ببینیم این حرکت رو. خیلی جالب هستش. در نگاه اول به نظر نمیاد که بازی کماکان حالا تقریبا متعادل باشه، ولی از لحاظ انجین ها این بازی متعادل هستش چون بعد از این داستان اسب من زیاد
فعالیت خاصی نداره این گوشه، و خب خونه هایی مثل سه و کلن قطر فیل بسیار قویه، با اینکه سیاه یک تفاوت عقب هستش. ولی به هر رو خارج از بحث اینجینی، از لحاظ انسانی حرکت اسبزشش یک مقدار به نظر میاد که سیاه رو تحت فشار قرار میده. خب وزیر دشش کرد، البته میگم اگر که شما از انجین استفاده نکنین، معمولا فکر کنم حرکت عادی به نظر میاد، حرکت وزیر ده دو یا جهشی شاید یکم حرکت های سختری باشن و این حرکت اشتباه بود و منم تفاوتو گرفتم و اینجا اسب سه شیش هم البته داشتم ولی اسب به هفت کردم. خب بعد از به در و چار تقریبا پوزیسیون خیلی خوبی داشتم. اینجا بعد رخ سه هشت میکردم که دیگه راحت بازی رو ساده بکنم، ولی رخ سه هفت کردم و خودمو به چلنج کشیدم. بعد از فیل به چهار حرکت آسه فکر کنم حرکت جالبی بود که اون لحظه کانسیدر نکردم، و همونطور که میبینین فلف شیش جزو بهترین حرکت ها بود که خوشحالم انجامش دادم. چرا که من اینجا داشتم فکر میکردم به نوعی با وزیر اف چهار دفاع بکنم، بذاریم بهتون نشون بدم، اما حرکت جه پنج رو داشت همونطور که گفتم حین بازی هم داشتم رو در واقع میگفتم خدمتتون که جه پنج بکنه در واقع باید با فیل میزدم و سوار رو در واقع که تفاوت جلو بودم رو باید با سوار رو در ازای حالا پیاده عوضش میکرد. این هست که نمیشد وزیر اف چهار کرد، برای همین اول تصمیم گرفتم که فیل اف شیش کنم، بعد اسب در اف شیش، حالا وزیر اف چهار که رخ سی هفت رو دفاع بکنم و بتونم اسبم رو از اونجا که تقریبا حالا نمیگم گیر افتاده ولی کار خاصی نمیتونه بکنه در بیارم. بعد از رخ به هشت اسب سه پنج هم به نظر خودم خیلی حرکت عجیب و غریب و جالب میکرد بازی رو، و حالا کامپیوتر میگه ایج سه چهار یا حرکات دیگه هم بوده، و خب با این حرکت من برتری پنج و چهارده هم مثبت یعنی برختی نشون میده، یعنی در حد در حدود یک رخ میشه گفت من جلو بودم، تعویزش کردم با برتری سه و سه ده هم. اما کماکان سفید کاملا از لحاظ متریالی جلو هستش و خیلی جالب شد بازی به نظر خودم. اینجا من داشتم شدیداً به همون حرکت رخ به پنج و رخ سه یک فکر میکردم، اما نمیدونم چی شد که حس کردم که اون لحظه 49 ثانیه البته زمان داشتم، ولی خب به هر حال تصمیم گرفتم رخ 3 1 کنم، ولی ظاهرا رخ به 5 هم حرکت خوبی بوده که میتونیم با هم ببینیم چرا. مثلا حرکت وزیر به 6 که حالا منطقی تر هستش، رخ 3 8 نمیدونم از لحاظ بصری با چشم به نظرم یک مقدار جالب نیمد چون دو سوار به رخ میشد، ولی خب رخ سه یک رو بریم ببینیم که ظاهرن انتخاب دوم من بوده بعد از رخ به پنج، حرکت بعدی که میتونه حرکت درستی باشه رخ سه یکه، ولی اوورال از دید کامپیوتر به عنوان بلاندر محسوب میشه. خب حریفم هم در واقع بلاندر کرد، سیاه بعد رخ به هفت میکرد، البته دیدن اون خیلی مثلا از دید پوزیسیونی هستش و حرکتش هم راحتی نباشه. به هر روی سیاه وزیر به شیش کرد که همطور که میبینین حرکت درست رخ هفت در سه پنجه، چرا که الان میخوام با وزیر در واقع رخ به هشت رو بگیرم و حریفم با خودش بچه ها اینطوری فکر کرد که میزنه، اگر بزنم خب مات میکنه من رو به این حالت،
حرف در واقع طرز فکرش بود. اما اتفاقی که میافته بعد از وزیر در 3-5، وزیر در بهشت و سیاه کیش هست و حالا از کیش که فرار بکنه وزیر میده. اگر هم حرکتی مثل وزیر F8 رو انتخاب بکنه، حرکت رخ C8 دارم و خب بعدش در واقع کماکان سیاه از لحاظ متریالی و خب حتی بازی هم در واقع عقب میفته. برای همین احتمالا این حرکت رو اون لحظه سری محاسبه نکرد، گفت حالا چی کار کنم، اسبش رو گذاشت E4، ولی خب من طرح بازی تغییر نمی کنم چرا که وزیر در بهشت حرکت برنده هست. اینجا حالا کامپیوتر میگه رخ F8 و اینا، ولی خب برها سیاه یک تفاوت کامل عقب هست و در هر حال این پوزیسیون کاملا از دید شطرنجی برای سفید برنده هست. ولی خب از E4 دیگه خیلی کار من رو ساده تر هم کرد، به خصوص که حالا 20 ثانیه هم زمان داشتم. و بعد از این حرکت هم که خب در واقع سفید که من بودم برنده بازی بودم و سیاه بازی رو واگذار کرد. اگر که از این سبک ویدیوها دوست دارین بچه ها و دوست دارین که بازی های بیشتری رو انجام بدم و براتون به این صورت تحلیل بکنم، حتما برام بنویسین. اگه دوست داشتین کانال رو سابسکرایب بکنین و من شما رو تو ویدیوهای بعدی میبینم.